ساعت 8 به وقت تهران. بیننده یک بخش خبری از استودیو ایران اینترنشنال در واشنگتن، با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. بایدن به ایران درباره حمله به اسرائیل هشدار داد. ترامپ میگوید اگر او رئیس جمهور بود، ایران توان حمله به اسرائیل را نداشت. در پی تهدیدات خامنه ای و افزایش احتمال جنگ میان ایران و اسرائیل، آلمان و فرانسه از اتباع خود خواستند ایران را ترک کنند. راکت پراکنی های حزب الله و حماس به سوی شمال و جنوب اسرائیل. گروه های نیابتی ایران به حملات راکتی به اسرائیل ادامه می دهند. همچنین در ادامه این بخش خبری، تأکید امامان جمعه منصوب خامنه‌ای بر برخورد بیشتر با مخالفان حجاب اجباری. نافرمانی مدنی زنان در دفاع از حق پوشش اختیاری ادامه دارد. جو بایدن در جمع خبرنگاران در واکنش به تهدیدات جمهوری اسلامی به حمله به اسرائیل در پیامی به ایران شدیداً توصیه کرد این کار را نکند. رئیس جمهوری ایالات متحده با پیشبینی اینکه ایران دیر یا زود به اسرائیل حمله خواهد کرد گفت ما به دفاع از اسرائیل پایبند هستیم و جمهوری اسلامی موفق نخواهد شد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تهدیدهای ایران علیه اسرائیل به تهران هشدار داد به اسرائیل حمله نکند. بایدن بار دیگر بر تعهد آهنین آمریکا در قبال تأمین امنیت اسرائیل تاکید کرد. آقای رئیس جمهور، به نظر شما حمله ایران چقدر نزدیکه؟ باید دنبال اطلاعات مطمئنی بود، اما انتظارم به زودیه. آقای رئیس جمهور، پیام شما به ایران چیه؟ کاری نکنید. آیا جان سربازان آمریکایی هم در خطر؟ آقای رئیس جمهور، ما به دفاع از اسرائیل متحدیم. ما از اسرائیل حمایت می‌کنیم. ما به دفاع از اسرائیل کمک می‌کنیم و ایران موفق نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین آمریکا در مورد تهدیدهای اسرائیل از سوی ایران، سیاست‌های بایدن را موجب تهاجمی تر شدن سیاست‌های جمهوری اسلامی دانست. رئیس جمهور گفته که احتمال حمله ایران هستش. ایران نمیتونست حمله کنه اگر من رئیس جمهوری بودم. اونا هیچ وقت زمان من حمله نکردن. امروز هم اگر پول نمیداشتن نمیتونستن تهدید بکنن. اونا دوره ریاست من ورشکسته بودن و در موقعیتی نبودن که بتونن حمله کنن. الان میلیون ها دلار پول دارن و پول بلوکه شده اونا در عراق هم در دسترسشون هست. ملت ما در دوره بسیار خطیری قرار داره و دلیلش هم اینه که رئیس جمهور لایقی نداریم. سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید گفته تهدید حمله قریب الوقوع جمهوری اسلامی به اسرائیل واقعی و قابل اجراست. جان کربی اضافه کرده ایالات متحده با توجه به تهدید تهران شرایط و نیروهای خود در منطقه را از نزدیک زیر نظر دارد. همزمان وزیر دفاع اسرائیل گفته این کشور برای پاسخگویی به جمهوری اسلامی و جنگ زمینی و هوایی با کمک دوستانش آمادگی دارد. یوف گالانت اضافه کرده همه می‌دانند جمهوری اسلامی حملات تروریستی را در سراسر خاورمیانه هدایت می‌کند، تأمین مالی حماس و حزب الله را بر عهده دارد و دولت اسرائیل را تهدید می‌کند. سخنگوی ارتش اسرائیل گفت هر تهدیدی را جدی می‌گیریم و جنگنده‌های این کشور هم برای دفاع و هم حمله آماده هستند. دانیل هگاری ضمن تأکید بر خنثی‌سازی مکرر تهدیدهای مختلف علیه اسرائیل گفت در سطح بالایی از آمادگی برای دفاع و حمله قرار داریم. به گفته او اسرائیل به طور مداوم در حال بروز کردن ارزیابی وضع موجود است و هر اظهار نظری از سوی دشمنان خود را جدی می‌گیرد. CNN به نقل از یک مقام ارشد دولت آمریکا و یک منبع اطلاعاتی گزارش داد آمریکا احتمال می‌دهد ایران به طور مستقیم به چند هدف در داخل اسرائیل حمله کند. این گزارش پیش بینی می‌کند که نیروهای نیابتی ایران نیز در این حمله ها نقش داشته باشند. بر اساس گزارش CNN ایران ممکن است علاوه بر داخل اسرائیل به اهدافی در نقاط مختلف منطقه نیز حمله کند. NBC نیوز هم به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد ایران بیش از 100 موشک کروز را برای حمله احتمالی به اسرائیل آماده کرده است. یکی از این مقام ها به این شبکه خبری گفت ایران همچنین تعداد زیادی پهپاد را نیز برای این حمله احتمالی آماده کرده است.
در همین حال صدر اعظم آلمان گفت برای جلوگیری از درگیری نظامی بین ایران و اسرائیل با مقامات چین رایزنی کرده است. اولاف شولتز گفت در چند ساعت گذشته تماس‌های بین آلمان و چین برای جلوگیری از درگیری نظامی میان ایران و اسرائیل وجود داشته. وزارت خارجه آمریکا هم خبر داد آنتونی بلینکن در تماس تلفنی با همتای چینی خود از پکن خواسته از نفوذ خود برای منصرف کردن ایران از حمله به اسرائیل استفاده کند. و مجید محمدی جامعه شناس از نیویورک همراه ما هستند. آقای محمدی، با این نشانه ها و خبرها آیا به جنگ ایران و اسرائیل به نظر شما نزدیک شدیم؟ احتمال حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، خب همونطور که مقامات کشورها میگن و اونها هم اتکا دارن بر اطلاعاتی که در اختیارشون قرار گرفته، خب احتمالش بالا هست، اما من احتمال جنگ گسترده رو بسیار اندک میدونم. اگر اتفاقی هم بیفته، جنگی است محدود و موردی، جنگی که در سالهای اخیر هم جریان داشته، چیز تازه‌ای به نظر نمیاد. دو طرف جنگ گسترده و تمام عیار رو در شرایط امروز نمیخوان. اسرائیل در غزه درگیر هست و همچنان در ماه‌های آینده هم در غزه درگیر خواهد بود. بنابراین پاسخ اسرائیل اگر حمله‌ای هم صورت بگیره، پاسخ اسرائیل هم محدود خواهد بود برای اینکه ماجرا رو به پایان برسونه. جمهوری اسلامی هم بزرگترین دشمنش در داخل کشور هست، مردم ایران هستند و حتما این مسئله رو مقامات لحاظ می‌کنند. هیچ کشوری بدون پشتیبانی عمومی، پشتیبانی مردمی وارد جنگ‌های گسترده نمیشه. جمهوری اسلامی هم در این حد به نظر من از عقلانیت، نه عقلانیت مبتنی بر در واقع در لحاظ منافع و امنیت ملی، بلکه عقلانیت برای بقای نظام برخوردار هست و بسیار بعید هست که این جنگ گسترده بشه در منطقه. آقای محمدی، حالا در صورت در واقع وقوع یک جنگ احتمالی، فکر میکنین عواقب این جنگ برای جمهوری اسلامی چه باشه؟ به نظر من سه پیامد میتونه این جنگ، اگر با احتمال اندک، اگر گسترده بشه، سه پیامد میتونه برای جمهوری اسلامی داشته باشه. پیامد اول شکست مکرر و گسترده هست، به دلیل اینکه قدرت نظامی اسرائیل بسیار فراتر از جمهوری اسلامی هست و جنگ گسترده باعث خواهد شد که کشورهای غربی، بالاخص ایالات متحده و بریتانیا، با اسرائیل همکاری کنند و اهدافی رو در داخل ایران مورد حمله قرار بدن. پیامد دومش بروز ناآرامی‌های گسترده هست، چون وضعیت داخلی به نظر من به شدت بی‌ثبات هست. بخشی از مردم ایران این روزها کاملاً دارن با اسرائیل همدلی می‌کنند. در این شرایط خب اونها می‌توانند در داخل به نارامی‌های دست بزنند و از اسرائیل حمایت کنند به طوری که خودشون فکر می‌کنند. و سوم هم نهادهای سرکوب در داخل کشور، چون عمدتاً این نهادهای نظامی هستند، نهادها به شدت تضعیف خواهند شد، امکاناتشون کاهش پیدا خواهد کرد، به احتمال خیلی زیاد زیرساخت‌ها مورد حمله قرار خواهد گرفت و همه اینها شرایط رو برای جمهوری اسلامی، برای ادامه بقا، برای حیات جمهوری اسلامی بسیار دشوار خواهد کرد. از همین جهت هم هست حتما این پیامدها رو به نظر من مقامات امنیتی، مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی این مطالب رو بهش وقوف دارن، آگاه هستن. از همین جهت هم من معتقد هستم که اینها پرهیز خواهند کرد که جنگ گسترده باشه. همین که در ما الان در روز 11 یا 12 بعد از داستان حمله به ساختمان مجاور سفارت جمهوری اسلامی در سوریه هستیم، بعد از 10 روز 11 روز اینها میخوان پاسخ بدن. مطمئنن در طی روزهای گذشته مشغول لحاظ، در واقع تست کردن و در نظر گرفتن پیامدها بودند که به سرعت عکس العمل نشون ندادند. بله، سپاس از شما مجید محمدی جامعه شناس که از نیویورک همراه ما بودید.
در پی تهدیدات خامنه‌ای و احتمال افزایش حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل، شماری از کشورها به شهروندانشان در مورد سفر به ایران و منطقه هشدار دادند و برخی خطوط هوایی پروازهای خود به ایران را تعلیق کردند. شرکت هواپیمایی لوفتانزا اعلام کرد این شرکت تعلیق پروازهایش به تهران را تا پنجشنبه هفته آینده تمدید کرد. پیشتر این شرکت از تعلیق پروازهایش تا شنبه 25 فروردین خبر داده بود. سخنگوی شرکت لوفتانزا در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته بود این تصمیم به دلیل حفظ امنیت مسافران و خدمه اتخاذ شده. هواپیمایی اتریش هم پروازهایش به تهران را لغو کرده. آلمان همچنین از شهروندان خود خواسته ایران را ترک کند. در پی تهدیدات خامنه‌ای و افزایش احتمال جنگ میان ایران و اسرائیل، وزارت خارجه فرانسه روز جمعه اعلام کرد خانواده‌های دیپلمات‌های خود را از ایران خارج می‌کند. این وزارتخانه با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی ایکس همچنین از شهروندان فرانسوی خواست به ایران، لبنان، فلسطین و اسرائیل سفر نکنند. در بخش دیگری از این بیانیه آمده کارمندان دولتی از انجام هر گونه ماموریتی در ایران، لبنان، اسرائیل و فلسطین منع شدند. وزارت خارجه روسیه به شهروندان این کشور اکیداً توصیه کرد که از سفر به منطقه خاورمیانه به ویژه به ایران، اسرائیل، لبنان و سرزمین‌های فلسطینی به جز در موارد بسیار ضروری خودداری کنند. سخنگوی وزارت خارجه روسیه با بیان این هشدار افزود با توجه به ارزیابی‌های مسکو وضعیت پرتنش در منطقه خاورمیانه همچنان پابرجاست. همزمان وزارت خارجه هند در پی افزایش احتمال جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل به شهروندانش توصیه کرد تا اطلاع بعدی به این دو کشور سفر نکنند. هند همچنین از کلیه شهروندان خود که در این دو کشور هستند خواست نهایت احتیاط را رعایت کرده و با سفارت تماس بگیرند. با افزایش تنش‌ها میان ایران و اسرائیل، لهستان نیز به شهروندانش هشدار داده که به منطقه خاورمیانه سفر نکنند. وزیر خارجه لهستان به شهروندان این کشور توصیه کرد که در روزهای آینده از سفر به کشورهای ایران و اسرائیل خودداری کنند. ایالات متحده آمریکا از کارمندانش در اسرائیل خواست سفرهایشان را برای حفظ احتیاط محدود کنند. سفارت ایالات متحده در اسرائیل از کارمندانش خواسته تا به خارج از اورشلیم، تل آویو و بئرشبا بدون احتیاط فراوان سفر نکنند. با شکریا برادوس، پژوهشگر امنیت بین‌الملل و سیاست خارجی از واشنگتن همراه ما هستن. خانم برادوس، شواهد و قرائن نشون میده که خطر جنگ بین ایران و اسرائیل رو باید جدی گرفتش. نظر شما، تحلیل شما چه هست این مورد؟ باید جدی گرفت و اینکه برای اولین بار بعد از شروع جنگ غزه که میدونیم خب از همون شروع چند ماه نگذشته بود که تمام توجهات، تمام نگرانی‌ها به این بود که این جنگ وسیع‌تر از غزه نشه و تمام سعی دولت بایدن و کشور منطقه این بود که از غزه خارج نشه و به این مرحله که امروز تسلیم نرسه و اینجاست واقعا نکته‌ای که خیلی خطرناکه برای منطقه یه جنگی شروع بشه و اینکه جمهوری اسلامی با این پیام‌های فرستاده و این گزارشاتی که هست خب بر حسب همون سخنان خامنه‌ای رو در نظر بگیریم اینجا مجبور یک حمله انجام بده، یعنی بر حسب اون تمام این گفتن اینکه حمله می‌کنیم از هر قسمت از مرز اسرائیل به داخل اسرائیل حمله خواهد شد، همراه با شبه نظامی و جمهوری اسلامی از خاک ایران استفاده خواهد کرد برای زدن اسرائیل، تمام که میشه اینجا کار جمهوری اسلامی که الان هم خیلی کار سختی داره و به نظر من نمیدونه چه عکس‌العملی باید انجام بده، چون که در یک موقع خیلی بدی به نظر من گیر کرده. اگر با این همه در تعریفاتی که در مورد حمله صورت میگیره، اگر حمله هم انجام بده، حمله ساده‌ای باشه و حمله آنچنانی هم نباشه، دوباره مشکل سازه، چون که نمیتونه اون بازدارندگی رو درست کنه که جمهوری اسلامی 14 است که میدونیم خب هیچ با اینکه اعلام جنگ کرده علیه اسرائیل در روز اولی که این دولت در ایران تشکیل شد، ولی تا الان به هیچ عنوان هیچ وقت حمله نکرده به خاک اسرائیل و اینجا نقطه ایه که تغییر میده تمام اون سیاست ها و تمام اون استفاده کردن از شبه نظامی ها برای
جنگ با اسرائیل یا اون دکترین نظامی یا دکترین دفاعی جمهوری اسلامی بعد از جنگ ایران و عراق که همیشه سعی کرده که هیچ وقت نذاره که جنگ به مرزهای ایران برسه، چون که خودش رو در توان این که بخواد جنگی رو ببره چه با کشورهای منطقه‌ای چه برای جهانی مثل آمریکا ببره، اینجا تغییر میکنه و اینجا به نظر من وضعیت برای جمهوری اسلامی مخصوصا در نظر گرفتن وضعیت داخلی جامعه ایران بسیار خطرناکه. اشاره کردیم به وضعیت داخلی جامعه ایران، فکر میکنین که عواقب چنین جنگی برای حکومت جمهوری اسلامی چه باشه؟ برای جمهوری اسلامی خب من به خاطر اینکه جامعه ایران رو باید به نظر من بررسی کرد که ما با دمادش جامعه صحبت میکنیم، جامعه‌ای که بعد از 4 دهه بعد از جنگ ایران عراق که اکثر مردم جامعه اکثر مطلق مردم جامعه برای دفاع از مرزهای ایران به جبهه رفتن و دفاع کردن، اون مردم در مقابل اسرائیل ممکنه چنین عملی رو انجام ندن و این برمیگرده به اینکه اسرائیل رو به عنوان یک نیروی متجاوزی مثل عراق مثل صدام نمیبینن که بخواد ایران برای کنترل و تصرف بخش از خاک ایران حمله کنه. اسرائیل در مقابل سیاست‌های خامنه‌ای و مبارزه با جمهوری اسلامی می‌بینن. بخشی از جامعه اینطور به قیاد نگاه می‌کنه، بخش دیگر جامعه به خاطر اینکه چیزی نداره از دست بده در ایرانی که تحت حاکمیت جمهوری اسلامی قرار داره. اگه این قسمت از جامعه را کنار بذاریم و در مورد خود کسایی که در قدرت در سیستمی که جمهوری اسلامی برپا گذاشته در ایران به قدرت رسیدن و صاحب ثروت هستن و قدرت هستن، این قسمت از جامعه هم نمیخواد چنین جنگی بشه، چون که اون دستاوردهایی رو که به دست آوردن رو از دست میدن به احتمال شروع هر جنگی علیه جمهوری اسلامی و علیه ایران. برای همین هم هست به نظر من یک توافق یا بگیم سپورتی یا حمایتی از جمهوری اسلامی در داخل ایران. برای همین هم هست جمهوری اسلامی بعد از این چند روز داره فکر میکنه که به چه هدفی بخواد حمله کنه هدفش رو، و چیزی هم که تغییر کرده بعد از چنین رخ دادی به نظر من دیگه جمهوری اسلامی نمیتونه راحت مثل گذشته به منافع اسرائیل حمله کنه و بدون اینکه بازخوردهای جهانی نداشته باشه. کشورهای منطقه هم یا کشورهایی که گزارش در مورد این صحبت کرده که خواهش کنم. خواهش میخوام خانم برادوس، وقتمون کوتاه هستش. شکریه برادوس، پژوهشگر امنیت بین الملل و سیاست خارجی که از واشنگتن همراه ما بودید. ممنون از شما. شاهزاده رضا پهلوی در شبکه اجتماعی ایکس جمهوری اسلامی را رژیمی بحرانزا و بحرانزی و ضد ایرانی خواند که جنگ و بحران و تحریم را به ملت ایران تحمیل کرده است. او با اشاره به احتمال حمله جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتیش به اسرائیل گفت به رهبر رژیم هشدار می‌دهم که دست از حماقت بردارد و با سیاست‌های توسعه طلبانه و البته خیانتکارانش ایران را به ورطه جنگ نکشاند. شاهزاده رضا پهلوی همچنین گفت جنگ خامنه‌ای جنگ ایران و ملت ایران نیست. مخاطبان ایران اینترنشنال با ارسال پیام به شدت گرفتن احتمال جنگ ایران و اسرائیل واکنش نشان دادند. برخی از شهروندان میگویند ایران توان مقابله با اسرائیل را ندارد. از اون روزی که خامنه‌ای فدایان سپاهی تو سوریه کشتن، من میدونم روزی هزار بار آرزوی مرگ میکنی که نمیدونی انتقام فداییان تا بگیری، هر روز آرزوی مرگ میکنی، چون میدونی اگه دوتا موشک بزنی به اسرائیل یا باید تو بیت رهبری تیکه تیکه بشی توسط اسرائیل یا باید بری توی یه دونه موش قایم بشی بعد موشک به اسرائیل بزنی. حالا میفهمی که 45 سال مردم ایران که باید تو ناز نعمت زندگی کنن با این همه منابع با فقر و فلاکت دارن زندگی میکنن و هر روز آرزوی مرگ میکنن. حالا یه مقداری حس میکنی که آرزوی مرگ ملت تو ایرانی به این غنی چی هست و چی میگذره؟ امروز 24 فروردین 1403 مطمئن باشید رهبر حکومت جمهوری اسلامی، حکومت ایران، فهمیده که هیچ کاری نمیتونه بکنه و چک و اول از اسرائیل خورده و تو دعوایی که اولین چک خوردی دیگه تموم شد، سر جاش نشسته و این حکومت ایران هیچ کاری آقای خامنه‌ای نمیتونه انجام بده و همه اینها لافه که بخواد حمله بکنه یا کاری انجام بده.
در پی افزایش احتمال جنگ بین ایران و اسرائیل، برخی روزنامه‌های حکومتی در ایران مانند کیهان ایران و خراسان با برجسته کردن پیام خامنه‌ای که اسرائیل باید تنبیه شود و تنبیه خواهد شد درباره پایان پنجره دیپلماسی تیتر زدند. دیگر روزنامه‌ها نگران تبعات پاسخ ایران هستند و به مقامات هشدار می‌دهند که خویشتنداری کرده و در زمین اسرائیل بازی نکنند. همکارم فرزانه بزپور همراه ما هستش از استدیوی دیگر ما در واشنگتن. فرزانه، روزنامه ها چقدر احتمال پاسخ جمهوری اسلامی رو جدی میدونن و واکنششون به سخنرانی علی خامنه‌ای درباره انتقام از اسرائیل چه بوده؟ خب به نظر میرسی که سیاست خارجی منفعل و واکنشی جمهوری اسلامی این بار در تله اسرائیل افتاده و در اسرائیل در حال تصویرسازی یک تبل توخالی از شعارهای جمهوری اسلامی و داره نشون میده که جمهوری اسلامی نمیتواند یا در واقع احتمال اینکه بخواد حمله کنه نیست. اما آنچه که علی خامنه‌ای در سخنرانی عید فطر مطرح کرد و از تنبیه اسرائیل صحبت کرد باعث شده که تیتر روزنامه‌های حکومتی بشه، روزنامه کیهان، روزنامه ایران و برخی دیگر از روزنامه‌های نزدیک به حاکمیت برجسته کردند این وعده انتقام نظام از اسرائیل رو و حتی روزنامه خراسان با تیتر پایان پنجره دیپلماسی از این نوشته بود که به نظر میرسه شمارش معکوس برای تنبیه صهیونیست ها آغاز شده. اما این تعابیر از روزنامه های نزدیک به حاکمیت در حالیه که دیگر روزنامه ها نگران تبعات واکنش جمهوری اسلامی هستند. کارشناسان معتقدند که فضای بین شعار و عمل جمهوری اسلامی تفاوت معناداری داره و در این حال که نگرانند که این حمله حالا با واکنش جمهوری اسلامی یک تبعات اقتصادی و فضای روانی رو در سطح جامعه ایجاد کرده و تنش‌هایی رو باعث شده، در این حال معتقدند که این تهدیدات لفظی اگر به مرحله عمل نرسه اساساً اون اصالت تهدید رو هم ازش میگیره و اون موازنه وحشت و بازدارندگی رو نخواهد داشت. در چنین شرایطی به نظر میرسه که علی خامنه‌ای در یک موقعیت آچمزی قرار گرفته که یا باید واکنشی نشون بده که اگر واکنششون بده میتونه حمله در واقع همراهی آمریکا رو در درگیری افزایش درگیری با ایران به دنبال داشته باشه، اگر هم واکنشی نشون نده موضوع برای جمهوری اسلامی میتونه حیثیتی بشه. به خاطر همینه که روزنامه‌های سازندگی، هم‌میهن، اعتماد از این نوشتن که بهتر جمهوری اسلامی از فرصت تماس‌های تلفنی وزرای خارجه به عبداللهیان استفاده کنه و اون موضوع خویشتنداری رو در استراتژیش دنبال کنه و اینکه تن نده به یک جنگ خانمان برانداز در ایران. فرزانه، با توجه به فضای سیاسی و رسانه‌ای بسیاری واکنش جمهوری اسلامی رو قطعی میدونن، اما تبعات حمله جمهوری اسلامی چه خواهد بود؟ علی ربیعی امروز در یادداشتی در اعتماد به صراحت خامنه ای رو مورد انتقاد قرار داده که رفتارش غیر عقلانی بوده، موضع گیری هایی که حاکمیت انجام میده میتونه باعث ایجاد تنش های جدید در منطقه بشه و جامعه رو هم متشنج کرده. مهمترین اثرگذاری در واقع این تهدیدات جمهوری اسلامی حتی اگر به مرحله عمل هم نرسه در همین حدی هم که باعث تشدید تنش‌ها در منطقه شده، فضای روانی اقتصادی رو متشنج کرده. روزنامه ستاره صبح گفته اکثریت جامعه با حاکمیت همراهی ندارند و نگران تبعات این جنگ هستند. روزنامه ستاره صبح همینطور از قول جلال سادتیان گفته که اسرائیل داره مقامات جمهوری اسلامی رو تحریک می‌کنه تا وارد جنگ
و درگیری بشن. و در این حال روزنامه شرق معتقده که اگر قرار واکنشی نشون بدن بهتر هر چه زودتر اتفاق بیفته، چون بیش از این که این ادامه دار شدن عدم پاسخدهی به جای اینکه تبعات مخرب روی اسرائیل داشته باشه، به مراتب تبعات روانی و اجتماعی بسیاری بر روی داخل کشور خواهد داشت و میتونه باعث افزایش قیمت دلار و هزینه های اجتماعی سیاسی در ایران بشه. بله، ممنونم از تو همکارم فرزانه بسپور که همراه ما بودی. برای دنبال کردن آخرین تحولات و اخبار مربوط تشدید به تنش ایران و اسرائیل میتونید به وبلاگ زنده جدید خبری ما مراجعه کنید، جایی که توییت ها، نقل قول ها و نظر کارشناسان ما با شما به اشتراک گذاشته میشه. وبلاگ زنده خبری ما در وبسایت iranintel.com در دسترس شماست. ارتش اسرائیل تایید کرد حدود 40 راکت از خاک لبنان وارد اسرائیل شده که تعدادی از آنها رهگیری و بقیه در مناطق باز سقوط کردند. ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد 2 پهپاد انتحاری حزب الله را که از خاک لبنان عبور کرده بودند رهگیری کرده. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای با تایید این حملات اعلام کرد 10 راکت به سمت مواضع اسرائیل پرتاب کرده است. در جنوب اسرائیل هم سخنگوی شهرداری سدروت از شلیک دست کم 8 راکت از نوار غزه به سمت این شهر خبر داده است. این مقام شهرداری سدروت گفته پدافند گنبد آهنین برخی از این راکت ها را رهگیری کرده و هیچ آسیب جانی و خسارتی تا کنون گزارش نشده است. به گزارش رسانه های اسرائیلی، جهاد اسلامی فلسطین مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. و در همین ارتباط محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، از واشنگتن همراه ما هستند. آقای قائدی، حزب الله و جهاد اسلامی از شمال و جنوب اسرائیل اقدام به راکت پراکنی همزمان کردند. ارزیابی شما از این حملات راکتی چه هستش؟ درود به شما و مخاطبین برنامه. در خصوص حزب الله، ما میدونیم که حزب الله برای چند ماه تحت فشار بسیار زیادی بود. میانجیگران آمریکایی در واقع داشتن تلاش میکردن که جنگی بین اسرائیل و حزب الله در نگیره و حتی چند کیلومتری هم از مرز فاصله گرفت، اما این شلیک به بعضی در واقع منابع میگن بیش از 40 راکت بوده و من نقاطی که این راکت ها اصابت کردم نگاه میکردم، میدیدم که عمق بیشتری حزب الله داده و بیشتر داره در واقع از این نظر وارد خاک اسرائیل میشه، تنها صرفا و محدوده مرز شمال اسرائیل دیگه نیست. این نشون دهنده اینه که از اون تقریبا لاک دفاعی حزب الله در اومده و با توجه به اینکه بیشتر تمرکز اسرائیل بر محافظت از خودش در زمانیه که انتظار یک حمله از طرف ایران رو میکشه، این موقعیت مناسبی برای حزب الله فراهم کرده برای اینکه سطح تنش رو بالا ببره و میدونه که دست کم مقامات اسرائیلی به جهت رتوریک و روانی در شرایطی نیستن که بخوان اونها هم در واقع سطح تنش رو بالا ببرن. اما در مورد جهاد اسلامی به نظرم موضوع خیلی مهمتر از این حرف هاست، به این جهت که یکی از نقاطی که جهاد اسلامی بهش حمله کرده در واقع شهر سدروت. این شهر شهریه که حماس در حمله 7 اکتبر در واقع بیشترین حمله رو به اون داشت. ساکنین تقریبا خالی شدن. از 2 روز پیش ساکنین در حال برگشت به سدروت بودن و حمله از احتمالا شمال غزه انجام شده به سدروت. یک خبر دیگه هم امروز بود که در نزدیکی اردوگاه نصیرات حمله دیگه ای به 3 تانک اسرائیلی و 2 بولدوزر اسرائیلی شده. اگر این هم درست باشه، این خبر بدی برای دولت آقای نتانیاهو و این مفهوم که تنها منطقه‌ای که در غزه پاکسازی نشده منطقه رفح هست و مقامات اسرائیلی مدعی هستن که شمال و مرکز غزه رو پاکسازی کردن. در واقع اگر که سلول‌های حماس و جهاد اسلامی بتونن در شمال و مرکز غزه عملیات‌های اینچنینی انجام بدن، این من رو به یاد یک مصاحبه میندازه که آقای گادی آیزنکات، جنرال اسرائیلی و عضو کابینه جنگ، در 20 ژانویه در مصاحبه با یکی از شبکه‌های تلویزیونی اسرائیل میکنه و میگه اون کسانی که به شما میگن که نیروهای حماس و جهاد اسلامی از بین رفتن، اونها حقیقت رو به شما نمیگن. بنابراین این عملیات‌ها میتونه که در واقع یک تنشی رو به نظر من بین نخبگان اسرائیل ایجاد کنه و انتقادها به دولت نتانیاهو رو بالا ببره. آقای قائدی، فکر میکنین که گروه های نیابتی جمهوری اسلامی چه نقشی در روزهای آینده در تنش های بین ایران و اسرائیل بازی خواهند کرد؟
خب من فکر میکنم که اول اینکه پاسخ ایران پاسخیه که به سمت در واقع پاسخ محکمتر داره پیش میره با توجه به مجموعه شرایطی که پیش اومده، من جمله این صحبتی که آقای بایدن امروز کرد که به نوعی خیلی نرم بود و گفتش که این کار رو انجام ندید. با توجه به این من فکر میکنم که اگر پاسخ محکم ایران بخواد بده احتمالاً با مشارکت این گروه ها خواهد بود. تقریبا تمام این گروه ها از حزب الله لبنان، انصار الله یمن، گروه های عراقی مثل نجبا، اینها همه اعلام آمادگی کردن که در واقع در پاسخ مشارکت کنن و گوش به فرمان ایران باشن. اگر که بخوان اینها مشارکت کنن به دو شکل دست کمی مشارکت میتونه اتفاق بیفته. یکی این که به جهت تاکتیکی میتونن یک بخشی از در واقع گنبد آهنی و پدافند اسرائیل رو درگیر نگه دارن و خب میتونن کنترل ایران رو هم به شکل نمادین بر گروه‌های مختلف در کشورهای مختلف نشون بدن. سپاس از شما محمد قائدی، مدرس روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از همین شهر همراه ما بودید. و حالا نگاهی داشته باشیم به چند خبر کوتاه از ایران. ورود اولین زن جیمی جامزن در پایان بازی استقلال و آلومینیوم خبرساز شد. در این بازی که روز گذشته در عراق برگزار شده بود و زنان مجوز حضور داشتند، این خانم پس از ورود برای نزدیک شدن به کاپیتان استقلال با برخورد ماموران مواجه شد. تماشاچیان حاضر در ورزشگاه با سر دادن شعارهایی از برخورد خشونت‌آمیز ماموران اعلام نارضایتی کردند. پس از گذشته یک هفته از بازداشت فهیمه سلطانی، دانشجوی حقوق دانشگاه اصفهان، همچنان از نهاد بازداشت کننده او و اتهامات وارده خبری در دست نیست. بنابر گزارش تشکل دانشجویان پیشرو، فهیمه سلطانی در 18 فروردین با هجوم نیروهای امنیتی به منزلش برای بار دوم بازداشت شد. فهیمه سلطانی پیشتر در جریان خیزش زن زندگی آزادی در آبان 1401 دستگیر شد و به مدت 3 در بازداشت بود. دانشگاه امیرکبیر تهران تفکیک جنسیتی دانشجویان دختر و پسر را در سالن مطالعه دانشکده مهندسی پزشکی اجرا کرد. شورای صنفی این دانشکده با انتشار بیانیه اعلام کرد این اقدام با دستور رئیس دانشگاه صورت گرفته. هفته گذشته همزمان با انتشار خبر گشت‌زنی موتوری برای تذکر به رعایت حجاب در دانشگاه امیرکبیر، درب ورودی دانشجویان دختر و پسر این دانشگاه را از یکدیگر جدا کردند. یک هفته پس از سخنرانی علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی درباره تحمیل حجاب اجباری، دور جدیدی از تهدید و خشونت نهادهای حکومتی علیه نافرمانی مدنی زنان ایرانی و انتخاب پوشش آزاد شکل گرفته. نیروی انتظامی گفته از امروز شنبه سختگیری‌های بیشتری در مورد تحمیل حجاب اجباری خواهد داشت. امامان جمعه منصوب خامنه‌ای نیز در چند شهر بر برخورد قاطع با مخالفان حجاب اجباری تاکید کردند. محمد سعیدی، امام جمعه قم، از جنگ همه جانبه در موضوع تحمیل حجاب اجباری گفته و از نیروی انتظامی، قوه قضاییه و همه نهادهای حکومتی خواسته در این موضوع قاطعانه برخورد کنند. محمد مهدی حسینی، امام جمعه کرج، هم از نحوه برخورد نهادهای حکومتی برای تحمیل حجاب اجباری انتقاد کرده و گفته کشف حجاب مانند جنگ تحمیلی است. او از همه نهادهای حکومتی خواسته با قاطعیت در این حوزه اقدام کنند. کاظم صدیق، امام جمعه تهران، هم که پرونده زمینخواری و فساد او با ساب انتقادی گسترده‌ای داشته و لزوم رعایت حجاب اجباری تاکید کرده و از دولت و قوه قضاییه خواسته با آنچه که چالش حجاب خوانده مبارزه کنند. در همین ارتباط رقیه رضایی، عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا همراه ما هستند. خانم رضایی، قابل انتظار بودش که بعد از سخنرانی‌های خامنه‌ای برای تحمیل حجاب اجباری، دستگاه‌های حکومتی از جمله نیروی انتظامی سختگیری بر زنان و دختران رو افزایش بدن. این رویه جدید حکومت رو شما چطور می‌بینید؟ سلام به شما و بینندگانتون. ببینید، به نظر من این بخشی از سرکوبی هست که حکومت قبل از گزارش کمیته حقیقت‌یاب سعی کرد با فریبکاری و دغل‌بازی در واقع از زیر مسئولیت شانه خالی کنه. میگفت که حجاب‌بان‌ها هستن که تذکر حجاب میدن یا در واقع تونل وحشت ایجاد میکنن، حالا با عباراتی که مختص خودشونه در واقع، و از این مسئولیت شانه خالی میکرد. اما حالا با وجود تمدید ماموریت هم گزارشگر ویژه
حقوق بشر و در مورد ایران و هم در واقع کمیته حقیقت‌یاب دیگه عملاً جایی برای تغییر کاری، برای دغل‌کاری و پنهان‌کاری باقی نمیمونه و ما شاهد این هستیم که آقای خامنه‌ای طبق رویه‌ای که همیشه بوده دستور رو به صورت علنی اومده اعلام کرده و در واقع افرادی که زیر دستش هستن، مباشرانش، سایر مقامات هم از همدیگه گوی سبقت رو دارن می رو باین برای اینکه در واقع گفته های او رو تکرار بکنن یا سعی بکنن که پیاده بکنن. شما که داشتید خبر رو، یعنی در واقع مواضع امامان جمعه رو می خوندید، من به یه نکته توجه هم جلب شد، بحث جنگ رو مطرح میکنن. ببینید این مطرح کردن کلمه جنگ، قبلا هم ما در بحث جنگ ترکیبی که در خیزش زن زندگی آزادی به کار بردن شاهدش بودیم، این نشون دهنده اینه که کاملا از بالا، کاملا به شکل دستوری و کاملا سیستماتیک میخوان سرکوب رو علیه زنانی که در مقابل حجاب اجباری نافرمانی مدنی میکنن گسترش بدن، عمیق‌تر بکنن. حقیقتش من داشتم شبکه‌های اجتماعی رو بالا پایین می‌کردم، یه نکته‌ای به نظرم رسید که فکر می‌کنم اینجا بد نباشه بهش اشاره کرد. خیلی‌ها راجع به این گفته بودن که در شرایط فعلی که نگرانی شدیدی دارن از این که ممکنه یک درگیری نظامی بین جمهوری اسلامی و در واقع اسرائیل پیش بیاد و از طرفی در واقع سقوط ارزش پول ملی ایران، گران شدن کالاها و لوازم ضروری مردم، مشکلات معیشتی مردم رو بیشتر کرده، این پافشاری روی بحث حجاب اجباری جدا از فرافکنی‌هایی که ممکنه حکومت ازشون دنبال سوء استفاده باشه، در واقع به نوعی شاید بشه گفت که لجبازی و انتقام‌جویی از شهروندان مخالف و منتقد حکومته، چون سر نکردن حجاب اجباری به نوعی تبدیل شده به یک نه در مقابل تمامی سیاست‌های نظام جمهوری اسلامی که شهروندان باهاش مخالف هستن. بله، ممنونم از شما رقیه رضایی، عضو تحریر رانوایر که از اتاوا همراه ما بودید. واشنگتن فریبیکن گزارش داد که دولت آمریکا برای اولین بار پس از توافق برجام از تمدید معافیت‌های تحریمی که به ایران و روسیه اجازه همکاری هسته‌ای می‌داد، امتناع کرده است. آمریکا این معافیت‌های تحریمی را پس از برجام و در مقابل تعهدات ایران تا چند سال تمدید کرده بود، اما از ابتدای سال 2024 این معافیت‌های تحریمی منقضی شدند. این معافیت‌های تحریمی در ازای تعهدات برجامی ایران امکان همکاری چند کشور از جمله روسیه را با جمهوری اسلامی برای انجام تغییرات در راکتور آب سنگین عراق، تأمین اورانیوم غنی شده برای راکتور تحقیقاتی تهران و انتقال سوخت مصرف شده به خارج ایران را فراهم می‌کرد. دولت آمریکا در دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ برای مقطعی این معافیت‌های تحریمی را لغو کرد، اما با آغاز ریاست جمهوری بایدن اقدام به تمدید دوباره این معافیت‌ها کرد. واشنگتن فریبیکن در گزارش خود عنوان کرد که این معافیت‌های تحریمی به شرکت‌های روسی از جمله شرکت روس اتم امکان داده تا از انجام پروژه‌های هسته‌ای در ایران بیش از 10 میلیارد دلار سود کسب کند. اعضای جمهوری‌خواه کنگره بارها از وزارت خارجه آمریکا خواسته بودند تا این معافیت‌های تحریمی را لغو کند. علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر سیاسی، به ایران اینترنشنال میگوید هر گونه درگیری از سوی جمهوری اسلامی در منطقه و به میان آمدن آمریکا در این جنگ باعث بازگشت تحریم ها می شود و احتمال حمله به تاسیسات هسته‌ای ایران از سوی اسرائیل و آمریکا را بالا میبرد. ببینید، هر گونه رادیکال شدن و درگیری ایران با نظم منطقه‌ای، چه حمایت از روسیه، چه حمایت از مسئله حماس و جهاد اسلامی و از جمله درگیری نظامی با اسرائیل که دیگه یک موقعیتی است که حتی میتونه آمریکا رو وارد اون درگیری کنه، طبیعتاً پرونده هست ایران رو هم در موقعیت خطیرتری قرار میده. اگه سطح درگیری خیلی افزایش پیدا کنه، قطعاً اروپایی‌ها مکانیزم ماشه رو به قول ما فعال خواهند کرد و تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران برخواهند گردوند.
حالا بستگی داره میگم که سطح درگیری ایران با اون مسئله چجوری بشه. به همین خاطرم هم آمریکا به ایران گفته، هم اروپایی ها و هم کشور عربی، که ایران سعی کنه این مسئله اسرائیل رو به عنوان یک عنصر چانه‌زنی برای گرفتن امتیاز استفاده کنه، نه اینکه وارد درگیری بشه، برای که هزینه‌هاش بسیار سنگینه. و من فکر میکنم اگر درگیری به سمتی بره که عوامل پیش بینی نشده اون پاسخ ایران رو با پاسخهای اسرائیل مواجه کنه و آمریکا وارد قضیه بشه، طبیعتاً دیگه اصلا مسئله هسته ایران میره تو حاشیه و تمام اون تحریم‌ها برخواهد گشت و حتی ممکنه تأسیسات هسته ایران هم مورد حمله قرار بگیره، اگر حملاتی که ایران به اسرائیل انجام میده به قول معروف خیلی پرملات باشه، طبیعتاً اسرائیل هم ممکن این تأسیسات رو مورد حمله قرار بده و کلن هم پروژه هسته ایران، هم پروژه اقتصاد ایران و تمام ارز ایران ممکنه با چالش‌های بسیاری مواجه بشه. دستگاه قضایی آرژانتین جمهوری اسلامی را مسئول بمب‌گذاری در سفارت اسرائیل در سال 1371 و بمب‌گذاری در مرکز همیاری یهودیان آمیا در سال 1373 اعلام کرد و این اقدامات را جنایت علیه بشریت خواند. بر اساس حکم دادگاه تجدید نظر کیفری آرژانتین، جمهوری اسلامی این حمله را طراحی و حزب الله لبنان آن را اجرا کرده است. احمد صمدی گزارش می‌دهد. 30 سال پس از انفجار 400 کیلوگرم مواد منفجره در مرکز فرهنگی یهودیان آرژانتین موسوم به آمیا که 85 کشته و 300 مجروح بر جای گذاشت، دادگاه عالی تجدید نظر کیفری آرژانتین در حکمی اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران این حمله را طراحی و حزب الله لبنان آن را اجرا کرده است. این دادگاه با تایید نقش سیاسی و استراتژیک جمهوری اسلامی در این بمبگذاری استدلال کرده است این حمله در انتقام از عقب نشینی آرژانتین از همکاری هسته‌ای با تهران صورت گرفته است. استدلالی که آلبرتو نیسمن قاضی آرژانتینی پیش از مرگ مشکوکش در دی سال 1393 آن را اعلام کرده بود. ما ثابت کرده ایم که تصمیم حمله 18 ژوئیه 1994 علیه آمیا تصمیمی بود که مقامات عالی رتبه دولت ایران در آن زمان اتخاذ کرده بودند. این مقامات به سازمان شیعه حزب الله دستور دادند که این حمله را انجام بده. همه میدونن که این سازمان از همه نظر یکی از نهادهای فرعی رژیم تهران به حساب میاد. پرونده پیچیده آمیا که در 30 سال گذشته چند رئیس جمهور و سیاستمدار این کشور را به دادگاه کشانده است، با وجود این رأی همچنان باز است. نام 8 مقام عالی رتبه سیاسی و نظامی ایران شامل اکبر هاشمی رفسنجانی، علی فلاحیان وزیر اسبق اطلاعات، علی اکبر ولایتی وزیر اسبق خارجه، محسن رضایی فرمانده اسبق سپاه پاسداران، هادی سلیمانپور سفیر وقت ایران در آرژانتین، محسن ربانی مسئول وقت رایزنی فرهنگی ایران در بوینس آیرس، احمد رضا عسقری با نام مستعار محسن رنجبران از کارکنان سفارت ایران در بوینس آیرس و احمد وحیدی فرمانده اسبق نیروی قدس سپاه پاسداران از پرونده آمیا پاک نشده است. به غیر از هاشمی رفسنجانی و عماد مغنیه از شبه نظامیان شیعه لبنان که مسئول اجرای عملیات ترور بود و در سال 2008 در دمشق کشته شد، اما حکم پیگرد بین المللی سایر متهمان همچنان به قوت خود باقی است و خانواده قربانیان منتظر پاسخگویی آنها هستند. ما بالاخره تلاش خواهیم کرد ادله با جدیت بررسی شود تا پاسخ سوالاتی که به دنبالش هستیم به دست آوریم. حالا با رأی دادگاه تجدید نظر آرژانتین که انفجار آمیا را جنایت علیه بشریت خوانده است، این امکان فراهم خواهد شد تا خانواده‌های قربانیان این اقدام تروریستی از جمهوری اسلامی و مسئولان آن در دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کنند. احمد صمدی، برلین. و در پایان این بخش خبری تصاویری ببینیم از جشن‌های سال نو تایلندی. همزمان با آغاز سال نو جشنواره بزرگ در شهرهای مختلف این کشور برگزار می‌شود. سازه‌های متحرکی که در بانکوک در میان شادی مردم حرکت می‌کنند، هر کدام بخشی از سرزمین تایلند را نمایندگی می‌کنند. سال نو تایلندی موسوم به سونکران در زبان تایلندی به معنی حرکت کردن و تغییر مکان است که هر سال در میانه ماه آوریل آغاز می‌شود. ممنونم از همراهی شما با این بخش خبری، با ما بمانید.